سلام بر شما به برنامه ایران و جهان در هفته که گذشت خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم در این برنامه نخست به نامه محمود احمدی نژاد درباره محکومیت محمد رضا رحیمی معاون اولش و پاسخ آقای رحیمی به رئیس جمهور سابق میپردازیم نگاهی داریم به گزارش اخیر سازمان فریدوم هاوس که در آن جمهوری اسلامی به لحاظ وضعیت آزادی در قعر جدول قرار گرفته است مروری داریم بر عملکرد شرکت شاندیز مشهد که نام مدیرعامل آن در کنار متعمان درجه اول پرونده های بزرگ اقتصادی قرار گرفته. گزارشی هم داریم از انتخابات پارلمانی در یونان که حزب سریزا منتقد سیاست های ریاضت اقتصادی در آن به پیروزی رسید. در پایان طبق روال هر هفته به نام امینی خبرنگار ما در ترکیه با من و شما خواهد بود با مروری بر آخرین تحولات هفته گذشته این کشور، با ما همراه باشید. اعلام علنی محکومیت معاون اول دولت دهم ده به اتهام ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع به 5 سال و, هفتاد و دو روز حبس و 5 میلیارد و 700 میلیون تومان جزای نقدی، حال نام پراکنی های رئیس جمهور سابق و معاون اولش به جدالی تازه در اردوگاه اصولگرایان تبدیل شده. هفته گذشته دفتر محمود احمدی نژاد ضمن رد ارتباط اتهامات محمد رضا رحیمی با دولت نهم اعلام کرد ماه پشت ابر نخواهد ماند محمد رضا رحیمی نیز در نامه سرگشاده به محمود احمدی نژاد فاش کرد که جابر عبدالی مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان به 170 کاندیدای مورد نظر دولت در انتخابات مجلس هشتم پرداخت کرده و همه آن به مصرف انتخابات رسیده است. دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران ضمن رد ارتباط اتهامات محمد رضا رحیمی با دولت نهم اعلام کرد که اتهامات آقای رحیمی با فرض صحت مربوط به ریاست وی بر دیوان محاسبات وابسته به مجلس شورای اسلامی است. دفتر آقای احمدی نژاد در ای اعلام کرد در نحوه رسیدگی به این موضوع تأملات وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمیدانیم اما مردم میدانند و ما همیشه پشت ابر نخواهد ماند در این اطلاعیه تاکید شده است تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی یک قانونی و صحیح مربوط به سال 86 و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد از جمله متهمان اصلی در پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران است وی در خرداد سال 92 نشان درجه یک خدمت از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران گرفته بود و در دولت دوم آقای احمدی نژاد ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت پیش از آن نیز برخی از نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی و الیاس نادران آقای رحیمی را متهم کرده بودند که پولهایی را از طریق جابر ابدالی از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران بین نامزدهای انتخابات مجلس هشتم توضیع کرده است. دفتر آقای احمدی نژاد در ادامه اطلاعیه تازه خود بدون اشاره به موارد مشخصی اعلام کرده است اطلاع رسانی صحوی یا عمدی نادرست و مبهم همانند ماجراهای بانکی و نفتی فرصتی را در اختیار مغرزان و بددلان قرار داده است تا سنگین ترین حجمه ها را علیه خدمتگزاران پاک در دولتهای نهم و دهم ده سازماندهی و اجرا نمایند. در همین حال سه نماینده اصولگرای مجلس ایران ضمن تکذیب اصولگرا بودن محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین مدعی شدند که محکومیت وی به دلیل شکایت اصولگرایان بوده است حمید رسایی، علیرضا زاکانی و محمد دهقان از جمله نمایندگانی هستند که خواستار صدور رأی قاطع و سریع دادگاه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی شدند زاکانی با طرح این ادعا که مهدی هاشمی رفسنجانی پرونده قطور و سنگین تری از محمد رضا رحیمی دارد، ابراز امیدواری کرد که قوه قضایی رأی قاطعی درباره او صادر کند. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس نیز با تاکید بر اینکه اصولگرایان پیگیر پرونده رحیمی بودند از به گفته او سکوت اصلاح طلبان در مورد پرونده آقای رحیمی انتقاد کرده است آقای دهقان تصریح کرده است ما در مجلس هفتم و هشتم به واسطه سوابق و شاعبه هایی که در مورد دست داشتن در فساد وجود داشت با مسئولیت گرفتن وی مخالف بودیم. گفته های آقای دهخان در حالی بیان می شود که محمد رضا رحیمی با رأی نمایندگان مجلس هفتم به عنوان رئیس دیوان محاسبات که از دستگاه های زیر مجلس است انتخاب شد. انتقادهای اصولگرایان از محمد رضا رحیمی واکنش برخی از وبسایت های خبری و روزنامه های ایران را در پی داشته است. روزنامه ابتکار در مطلبی با عنوان آلزایمر نوشته است اینکه برخی گروه های سیاسی منتظر حکم محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم ده باشند تا به این بهانه به اظهارات و حمایت های عجیب و غریب رئیس دولت های نهم نه و دهم ده و حامیانش از پاک دستی این دولت ها و از جمله معاون اولش پاسخ گویند قابل انتظار بود. اما هیچ کس فکر نمی کرد که برخی اصولگرایانی که پیشتر حامی محمود احمدی نژاد بودند گوی سبقت را در این زمینه از دیگران برو بایند. روزنامه شرق نیز ضمن بررسی روی کرده اصولگرایان در برخورد با حکم فساد مالی رحیمی تاکتیک این جناه را فرار به جلو توصیف کرده و نوشته است محمد رحیمی تا روز آخر دولت دهم ده در پست معاون اولی احمدی نژاد به ایفای نقش پرداخت. مرتزا حاجی وزیر دولت اصلاحات و عضو هیئت مدیره بنیاد باران به روزنامه شرق گفته است جریان اصولگرا در حال فرار رو به جلوست تا از تابلو شدن جریان خود با نام محمد رضا رحیمی جلوگیری کند. اما در حالی که برخی از نمایندگان مجلس ایران رأی صادر شده درباره آقای رحیمی را قطعی می‌دانند محمد رضا نادری وکیل آقای رحیمی نیز گفت که وی حکم صادره برای خود را قابل پذیرش نمی‌داند اما نامه معرفی 170 نماینده مجلس که از رحیمی پول گرفتند توسط تهیه کنندگان آن پاره شد. کمال دین پیر به خبرگزاری ایسنا گفت از پیگیری این نامه منصرف شده است. در همین رابطه قلام حسین محسنی اجهی معاون اول قوه قضاییه جزیات بیشتری از پرونده فساد مالی محمد رضا رحیمی را در اختیار خبرنگاران قرار داد. خبرگزاری فارس خبر می دهد که نامه درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس برای معرفی 170 کاندیدای انتخابات مجلس هشتم که به گفته محمد رضا رحیمی از وی پول گرفتند توسط تهیه کنندگان آن پاره شده است. کمال الدین پیر نماینده اردبیل در مجلس نیز که صبح روز چهارشنبه 8 بهمن از تهیه این نامه با امضای سی نفر از نمایندگان مجلس خبر داده بود گفت که از پیگیری اعلام اسامی این افراد منصرف شده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران روز پنجم آبان در نامه خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته بود که جابر عبدالی از متهمان اختلاس از بیمه ایران مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان به قریب سر و هفتاد نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت کرده است که اسناد و کپی چکهای صادره در پرونده ثبت و ضبط است. جابر عبدالی خورداد ماه سال 1391 در دادگاه اختلاس از بیمه ایران گفته بود که دسته چک امضا شده اش را در آستانه انتخابات مجلس هشتم به آقای رحیمی داده است. کمال دین پیر نماینده اردبیل در مجلس صبح روز چهارشنبه از تهیه نامهی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس برای اعلام اسامی 170 کاندیدای انتخابات مجلس هشتم که بنابر ادعای محمد رضا رحیمی از جابر عبدالی پول گرفته بودند خبر داد. ساعتی پس از انتشار این خبر خبرگزاری فارس خبر داد که این نامه در همون ساعات ابتدایی جمعآوری امضا توسط تهیه کنندگان از دستور کار خارج شده و حتی به گفته یکی از نمایندگان توسط متولیانش پاره شده است. آقای پیرمعزن نیز به خبرگزاری ایسنا گفت که از پیگیری این نامه منصرف شده است. در پی انتشار نامه سرگشاده محمد رضا رحیمی معاون سابق رئیس جمهوری ایران خطاب به محمود احمدی نژاد و انتقاد از محکومیت خود غلام حسین محسنی اجهی معاون اول قوه قضایی در یک نشست خبری با رد برخی از اظهارات آقای رحیمی از نحوه رسیدگی قضایی به پرونده علیه او دفاع کرد و وجود انگیزه سیاسی در این رسیدگی را مردود دانست. وی با بیان اینکه حکم این پرونده قطعی شده است گفت در آن زمان که این پرونده شروع شد در خصوص فسادی در شرکت بیمه ایران بود که در آن نام فردی به نام جابر عبدالی مطرح بود و در رسیدگی ها مشخص شد پرونده دیگری نیز وجود دارد که جابر عبدالی هم در آن نقش داشته است آقای اژه افسود آن پرونده مربوط به پرداخت رشوه توسط یکی از افراد ثروتمند بود که حدود 60 میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی داشت و برای رفع و رجوع کار غیرقانونی خود اقدام به پرداخت رشوه کرده بود که در تحقیقات نام محمد رضا رحیمی به میان آمد. محمد رضا رحیمی در نامه سرگشاده افشاگرانه ای که روز سهشنبه خطاب به رئیس جمهور سابق محمود احمدی نژاد نوشت آورده بود که جابر عبدالی مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان از چک بانکی خودش به 170 کاندیدای مورد نظر دولت در انتخابات مجلس هشتم پرداخت کرده و همه آن به مصرف انتخابات رسیده است. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره مفاد نامه محمد رضا رحیمی به احمدی نژاد گفت این نامه را امروز دیدم و مطالب آن به سه بخش تقسیم می شود. بخش اول به رسانه ها اعتراض داشته که رسانه ها باید پاسخ دهند و من اطلاعی ندارم در بخش دوم مطالبی رد و بدل شده میان خود او و آقای احمدی نژاد که در مورد آن هم اطلاعی ندارم اما در بخش سوم نوع ایوان مود شده که انگار این پرونده با قرضورزی سیاسی تشکیل شده در حالی که وقتی داشتیم پرونده معاون اول وقت را بررسی میکردیم، بسیار دقت کرده و بر اساس قانون و شر با آن رسیدگی کردیم معاون اول قوه قضایی پرونده فساد مالی محمد رضا رحیمی را جزو پرونده هایی خواند که بررسی آن به دلیل سمت مهم سیاسی وی با وسواس و حساسیت بیشتری صورت گرفته است. غلام حسین محسنی اجرایی اضافه کرد اگر مشکلات و موانعی در روند رسیدگی نبود و همچنین اگر برخی افراد مانع تراشی نمی کردن شاید روند رسیدگی زودتر انجام می شد وی به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرد. هفته گذشته سازمان فریدم هاوس با ارزیابی شاخصهای آزادی در 195 کشور از سقوط نگران کننده آزادی در جهان خبر داد. اوضای آزادی در سوریه از همه جای دنیا وخیمتر گزارش شده و ایران بار دیگر در جمع قرنشینان قرار گرفته است. سازمان فریدم هاوس مستقر در واشنگتن که از دیرباز با دیدبانی وضعیت آزادی های سیاسی، مدنی و حقوق دموکراتیک در جهان گزارش های سالانه از وضعیت 195 کشور جهان منتشر می کند، نزول آزادی در جهان برای نهمین سال پیاپی را نگران کننده دانسته و آن را نشانه ای از ترد دموکراسی و بازگشت به مشت آهنین خوانده است. بر اساس آخرین گزارش سالانه فریدم هاوس خانه آزادی که روز چهارشنبه هشت بهمن منتشر شد آزادی در دو منطقه خاور میانه و اوراسیا با بدترین اوضاع ممکن مواجه است و تعداد کشورهایی که از لحاظ میزان آزادی به رتبه های پایین تر کرده اند دو برابر کشورهایی است که به رتبه های بالاتر رفتند. سوریه با دریافت نمره 7 در قهر جدول نشسته و غیر ترین کشور جهان ارزیابی شده است. فریدم هاوس در گزارش خود در این رابطه می کشوری که با دیکتاتوری اسد به ورطه جنگ داخلی و تروریسم افسار گسیخته افتاده و در جایگاهی نشسته که هیچ کشور غیر آزادی در ده سال گذشته حتی به آن هم نزدیک نشده بود. بر اساس های انجام شده از سوی فریدم هاوس 46 درصد کشورهای جهان در دسته کشورهای آزاد 28 درصد در دسته کشورهای نسبتاً آزاد و 26 درصد در دسته کشورهای غیر آزاد طبق شدند یکی از مهمترین فاکتورهایی که نزول بی سابقه آزادی را در پی داشته پلیسی تر شدن فضای ارتباطات تقویت سیستم سانسور و تشدید جاسوسی دولت‌ها روی ارتباطات آنلاین شهروندان عنوان شده است. در میان 51 کشور غیر آزاد، نام ایران، افغانستان و تاجیکستان هم به چش می‌خورد. در ایران، به قدرت رسیدن دولت میان روی حسن روحانی به عنوان تحولی مثبت ارزیابی شده، اما مقاومت و کارشکنی تندروها در برابر ایجاد اصلاحات به عنوان مانعی مهم بر سر راه بهبود وضعیت ذکر شده است. ایران با دریافت نمره شش در همه زمین ها همچنان جزء قرنشینان ردبندی آزادی در جهان است. فریدم هاوس میگوید جمهوری آفریقای مرکزی، گینه، سوریه، عربستان، کره شمالی، سودان، ازبکستان و ترکمنستان حتی در میان کشورهای غیر آزاد هم بدترین وضعیت را برای آزادی رقم زدند. به رغم وخامت اوضاع در خاورمیانه، تونس در این میان وضعیتی استثنایی دارد. این کشور حالا تنها کشور در جهان عرب است که در دسته کشورهای آزاد قرار گرفته عنوانی که چهل سال پیش و پیش از آغاز جنگ داخلی به لبنان رسیده بود بنابر گزارش فریدم هاوس رژیم اقتدارگرای جهان در سالی که گذشت اقدامات خشونت انجام دادند و میزان حملات تروریستی هم در یک سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است گذشته از این تعداد کشورهایی که اوضاع آزادی در آنها رو به بهبود بوده به پایین ترین میزان در نه سال گذشته رسیده است. در گزارش فریدم هاوس، مداخله روسیه در اوکراین، بازپسگیری حقوق دموکراتیک در مصر به دست ژنرال عبدالفتاح سیسی، سرکوب گسترده و بی سابقه رسانه ها در ترکیه به دست دولت اردوغان و تشدید اقتدارگرایی در چین به عنوان مصادیق بارز نقص استانداردهای دموکراتیک ذکر شده است. حزب سیریزا در یونان که مخالف سیاست های ریاضت اقتصادی است برنده انتخابات پارلمانی این کشور شد. آلکسی سیپراس رهبر حزب پیروز در انتخابات یونان وعده داد به ریاضت های اقتصادی کشورش پایان داد و همچنین دوری از اتحادیه اروپا و نزدیکی به روسیه را محور اصلی سیاست خارجی این کشور معرفی کرد. نخست وزیر جدید یونان ساعتی پس از ادای سوگند با سفیر روسیه در آتن دیدار کرد. الکسیس سیپراس نخست وزیر جدید یونان تنها چند ساعت پس از پیروزی تاریخی جبهه چپگرای خود سیریزا با عنوان رئیس دولت جدید یونان ادای سوگند کرد. رای دهندگان یونانی با انتخاب خود آشکارا اعلام کردند که حاضر نیستند شربت تلخ اتحادیه اروپا، صندوق جهانی پول و بانک مرکزی اروپا را بنوشند. این شربت قرار بود یونان را از دام قرض نجات دهد. اما در عین حال حدود یک چهارم جمعیت یونان بر اثر آن دچار فقر شدند اما دولت جدید الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان چگونه میخواهد کشورش را از این وضعیت نجات دهد نسخه سیپراس برای درد مشکلات کشورش سیاست نزدیکی به روسیه است و او این سیاست را اکنون آغاز کرده است دیدار با سفیر روسیه در آتن پس از ادای سوگند نشانه ای از سیاست جدید دولت چپگرای یونان است. گرچه رسما گفته می شود که سفیر روسیه پیام تبریک رئیس جمهور روسیه را به نخست وزیر یونان آورده، اما آنچه اکنون مشخص شده، این دیدار فراتر از یک تشریفات دیپلماتیک بوده و بیشتر گرایش و تمایل دولت یونان را نشان می دهد که قصد دارد در داخل اتحادیه اروپا به کشور مورد علاقه روسیه تبدیل شود. اکنون آتن به فکر این است که در اجلاسیه بعدی اتحادیه اروپا تحریم های جدید علیه روسیه را وتو کند. نخست وزیر جدید یونان در گفتگو با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صریحا مخالفت خود را با بیانیه این اتحادیه در قبال روسیه و تحریم های جدید اعلام کرد. وزیر امور خارجه جدید یونان هم مخالف سیاست تحریم اتحادیه اروپا علیه روسیه است. وی میگوید بیانیه جدید اتحادیه اروپا نشان دهنده سیاست آتن نیست و این مسئله را در اجلاس وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا که قرار است روز پنجشنبه شنبه 29 ژانویه برگزار شود مطرح خواهد کرد. به نوشته تارنمای اشپیگل آنلاین روسیه هم اکنون قصد دارد کالاهای یونانی را از فهرست تحریم کالاهای اتحادیه اروپا حذف کند. یونان در سال 2013 به میزان 400 میلیون یورو به روسیه کالا صادر کرده است. مضاف بر آن یونان به گاز ارزان قیمت روسیه نیز چش دوخته و امیدوار است روسیه نرخ گاز خود را کاهش دهد. در این راستا وزیر جدید انرژی یونان به رأی دهندگانش وعده داد که مانع خصوصی شدن شرکت برق این کشور شود و بر آن است تا نیاز انرژی خانواده های یونانی را با گاز ارزان قیمت تأمین کند. دولت مردان جدید یونان نقش کشورشان را اکنون به عنوان پلی میان روسیه و اتحادیه اروپا تعریف می کنند. زمانی که سیپراس در سال 2014 از مسکو دیدار کرد، به شدت سیاست ضد روسیه دولت وقت یونان و به ویژه تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه را مورد انتقاد قرار داد. وی ای بر این عقیده است که امنیت اروپا بدون روسیه هرگز تأمین نخواهد شد. این سیاستمدار چهل ساله همچنین در این فکر است تا زمینه ساخت خط لوله گاز روسیه به اروپا و تأمین انرژی گاز اروپا یونان را به کشوری مهم و استراتژیک تبدیل کند اما سیاست های ضد غربی دولت جدید به نظر کارشناسان و ناظران مسائل بین الملل برای یونان فاجعه بار خواهد بود یک سیاستمدار یونانی که کشورش را در سال 1981 عضو اتحادیه اروپا کرد نیز بر این باور است که یونان به غرب تعلق دارد و دولت جدید یونان ظاهرا این امر را زیر سوال میبرد حزب چپگرای سریزا پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی روز شش بهمن به سرعت با حزب راستگرای یونانی های مستقل اعتلاف کرد تا با کسب اکثریت در پارلمان بتواند تشکیل دولت دهد. کلودیا روت نایب رئیس مجلس آلمان در سخنانی خواستار پایان دادن به حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز شد. سخنان این مقام آلمانی واکنش تند اصولگرایان را به دنبال داشت. ملاقات او با نمایندگان جامعه مدنی ایران نیز با محدودیت‌هایی روبرو شد. کلودیا روت نایب رئیس مجلس آلمان در سخنانی که واکنش تند اصولگرایان را به دنبال داشت خواستار پایان دادن به حصر خانگی رهبران جنبش سبز شده و گفته است اگر این اتفاق بیفتد مردم رضایت بیشتری خواهند داشت خبرگزاری فورس گزارش داده که خانم رود این درخواست را در دیدار با محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام مطرح کرده است نایب رئیس مجلس آلمان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 را از نشانه های خواست آزادی جوانان و دانشجویان توصیف کرده است خانم روت همچنین درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز گفته است من شنیدم در ایران همه می توانند کاندیدا شوند ولی باید از فیلتر شورای نگهبان رد شوند و همینطور شنیدم که برخی نتوانستند از این فیلتر عبور کنند درخواست آزادی فعالیت جعفر پناهی کارگردان و عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع زندانی از دیگر محورهای سخنان نایب رئیس مجلس آلمان و یکی دیگر از نمایندگان این مجلس بود که توسط خبرگزاری فارس دستگذاری شده است. این گزارش افزوده که آقای عارف در پاسخ به سخنان مطرح شده با انتقاد از عملکرد نمایشی و گزینشی کشورهای دیگر در بحث تروریسم برخی اقدامات کشورهای اروپایی را منافی حقوق بشر دانسته است کلودیا روت همچنین با اشاره به انتقادات مقامهای جمهوری اسلامی از نقض حقوق بشر توسط آمریکا در زندانهای گوانتانامو و ابو قریب گفته است انسان باید اصلاحات حقوق بشر را ابتدا در خانه خود درست کند و بعد از آن به گوانتانامو ابو غریب انتقاد کند سفر پنج روزه خانم کلودیا رود در رس هیئت پارلمانی روز چهارشنبه اول بهمن ماه به ایران آغاز شد و تا روز دوشنبه ششم بهمن ماه ادامه یافت به روز یکشنبه پنجم بهمن با حضور در مجلس شورای اسلامی با علی لاریجانی رئیس آن دیدار کرد طرفین درباره همکاری های پارلمانی و فعالیت های مشترک در بخش زیست محیطی میان دو کشور مذاکره کردند دیدار نایب رئیس مجلس آلمان با محمد رضا عارف اعتراض برخی از نمایندگان مجلس ایران را برانگیخت منصور حقیقتپور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه پنجم بهمن ماه به خبرگزاری فارس گفت اظهارات مداخل جویانه نایب رئیس مجلس آلمان در امور داخلی ایران محکوم است و مقامات وزارت خارجه مجلس و سایر دستگاه‌های مسئول بار دیگر در انجام وظایف خود کوتاهی کردند این نماینده مجلس خواستار لغو تمامی ملاقات‌های خانم رود شده بود محمد حسن آسفری دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز پنجم بهمن ماه به خبرگزاری فارس گفت اینگونه رفتارهای مداخله جویانه نایب رئیس مجلس آلمان رفتاری سخیف است چرا که در راستای دخالت در امور داخلی ایران مطرح شده است به افسوده نایب رئیس مجلس آلمان به دنبال این بود تا با تعدادی از عناصر فتنه ملاقات هایی داشته باشد که از آن جمله دیدار با فتنگران در رستوران هنرمندان بود البته از انجام این ملاقات ها جلوگیری به عمل آمد و با آن مخالفت شد در برنامه سفر پنج روزه کلودیو رود قرار بود وی با نمایندگان اقلیت‌های دینی و مذهبی، نمایندگان جامعه یهودیان در تهران و نیز هنرمندان و فعالان جامعه مدنی ایران دیدار و گفتگو کند، اما این دیدار با برخی محدودیت ها روبرو شد. سام نیوز وبسایت نزدیک به مهدی کروبی در گزارشی که روز دوشنبه ششم بهمن ماه منتشر کرد خبر داد اصر روز یکشنبه نرگس محمدی که قرار بود همراه محمد نوریزاد و علی سیفزاده با خانم کلودیا روت نایب رئیس پارلمان آلمان در هتل اسپیناس تهران ملاقات داشته باشد در مقابل ورودی این هتل در بلوار کشاورز بازداشت و به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات برده شد به گزارش سایت تلاش خانم محمدی پاسی از نیمه شب به وقت تهران پس از پرسجو و تهدید به دستگیری و اجرای حکم یک سالش آزاد شد. محمد نوریزاد و علی سیفزاده توانستند با قانونگذار آلمانی در لابی هتل که شماری از مأمورین امنیتی در آن حضور داشتند گفتگوی کوتاهی داشته باشد. کلودیا رود در ادامه سفرش از دریاچه ارومیه نیز بازدید کرد. به با بیان اینکه در کشور آلمان گروهی را به نام دوستداران دریاچه ارومیه تشکیل داده ایم خواستار اقدامات فوری و جدی ایران به منظور نجات دریاچه ارومیه شد نام محسن پهلوان مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز به عنوان مزنون به 94 هزار میلیارد تومان اختلاس در کنار متعمان پرونده بزرگ اقتصادی قرار گرفته است. پنج سال پیش محسن پهلوان تنها صاحب یک کبابی در شاندیز مشهد بود. برخی رسانهای ایران از قول غلام علی صادقی دادستان مشهد خبر از اختلاس 94 هزار میلیارد تومانی شرکت پدیده شاندیز دادند. شرکتی که ریاست آن بر عهده محسن پهلوان است. غلام حسین محسنی اجهی گفته است که مبلغ دقیق این اختلاس هنوز در دست بررسی است. آقای پهلوان هنوز دستگیر نشده و تمامی این اتهامات را رد کرده است. محسن پهلوان که اینک 43 سال دارد در شهریور 1388 شرکت پدیده شاندیز را تأسیس کرد این شرکت در از زیر مجموعه شرکت بزرگتر گردشگری پدیده شاندیز بود و قرار بود یک شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود باشد اما پس از مدتی فعالیتهایش در ردیف شرکت‌های سهامی عام قرار گرفت فروش سهام این شرکت با نرخ 200 تومان به 120 هزار نفر از جمله فعالگت هایی بود که در زمره شرکت های سهامی خاص قرار نمی گرفت. نرخ سهام این شرکت هم اکنون از 200 تومان به 10 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. تبلیغات گسترده در صدا و سیما برای این شرکت زن دولتی بودن آن را بیشتر کرد. گفته می شود 5 درصد از کل درآمد صدا و سیما در بخش تبلیغات متعلق به پدیده شاندیز است. در همین حال روزنامه فانانشیال تایمز در گزارشی که از این موضوع منتشر کرده از قول جواد قدوسی کریمی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی نوشته تخلفات این شرکت تنها به دلیل جمع آوری پول از مردم نبوده بلکه بسیاری از مقامات دولتی در این پروژه شریک هستند. این روزنامه از قول منابع غیر رسمی نوشته که محسن پهلوان عضو سابق سپاه پاسداران بوده وی اما این موضوع را رد کرده است تحلیلگران معتقدند چنین حجمی از اختلاس نمی توانسته بدون کمک مقام های سیاسی صورت بگیرد فاینانشال تایمز از قول یک تحلیلگر سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان نوشته پهلوان از حمایت های مقامات سیاسی و نظامی و نیز مؤسسات مذهبی برخوردار بوده اما حالا که 120 هزار سهام آن بی شده و صاحبان این شرکت نگران سرمایه هستند قوه قضایی مجبور به مداخله شده و این موضوع را تهدیدی برای امنیت ملی دانسته است پس از متهم شدن شرکت پدیده شاندیز به اختلاس و نیز پخش اخباری مبنی بر مقروض بودن این شرکت نرخ سهام آن به شدت نزول کرده است در همین راستا روزنامه اعتماد مصاحبه ای را با محسن پهلوان منتشر کرد وی در سرتاسر سر این مصاحبه اصرار دارد که هیچ تخلفی مرتکب نشده و هیچ اتفاقی روی نداده است و پدیده شاندیز مانند قبل به فعالیتهایش ادامه می دهد. آقای پهلوان در این گفتگو تأکید کرده که برخی اتفاقات باعث شد قیمت سهامی شرکت از ده هزار تومان به هفت هزار و تومان کاهش پیدا کند اما خود وی با خرید 400 تا 500 میلیارد تومان سهام قیمت را به حالت اولش بازگردانده است. وی سرمایه شرکت پدیده شاندیز را بالای 20 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. پهلوان در پاسخ به این سوال که این شرکت چگونه در عرض 5 سال توانسته به چنین سرمایه‌ای دست پیدا کند میگوید کشور در سال بیش از 100 روز تعطیلی دارد اما ما بدون تعطیلی کار میکنیم. اصلا تعطیلی نداریم 24 ساعته هم کار می کنیم. وقتی سه برابر دیگران کار کنید و تعطیلی هم نداشته باشید سه برابر دیگران رشد می کنید. محسن پهلوان معتقد است که شرکت او در منطقه شاندیز مشهد ارزش افزوده ایجاد کرده. او به اعتماد می گوید من شاندیز زمین خریدم متری سی هزار تومان. امروز در این منطقه زمین متری هفت تا ده میلیون تومان داد و ستد می شود. مغازه های ما را بالای متری پنجاه میلیون تومان خریداری می کنند. در این منطقه کار شده. ارزش افزوده ایجاد شده. محسن پهلوان در پاسخ به این سوال که آیا نمی ترسد آینده ای همچون بابک زنجانی در انتظارش باشد می گوید نه نمی ترسم. پدیده را از پرورشگاه نیاوردم. این پروژه را خودم زاییدم و با توجه به اینکه فرزند خودم است نمی ترسم کسی آن را از من بگیرد. بابک زنجانی که در کنار دهها فعالیت اقتصادی با عنوان دلال وظیفه فروش نفت خام ایران در بازارهای جهانی را عهدهدار بود متهم به اختلاس و تخلفات سنگین مالی است در پایان این برنامه طبق روال سری میزنیم به بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه که نگاهی دارد به مهمترین تحولات این کشور در هفته گذشته مشکلی بین رئیس جمهور و نخست وزیر وجود نداره این گفته ابراهیم قالین سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه هستش حالا که بحث تغییر سیستم سیاسی در ترکیه بالا گرفته و از اونجایی که هفته پیش ریاست جلسه هیئت دولت رو خود آقای اردوغان به عهده گرفت و فراتر از اون انتشار تصویری از آقای داوودوغلو در این جلسه که به باور کاربران شبکه‌های اجتماعی ناراحت از این روند بود همه و همه باعث شده تا طی روزهای گذشته برخی رسانه ها این موضوع رو مطرح کنن که میان آقای داوودوغلو و اردوغان شکراب شده در واکنش به بالا گرفتن این شایع سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه این هفته در یک کنفرانس خبری گفت این موضوع صحت نداره و میان نهاد ریاست جمهوری و نخست وزیری هماهنگی کاملی وجود داره حتی خود آقای اروان هنگام بازگشت از سومالی هم به این قبیل پرسش پاسخ داد او گفت که آقای داوود اغلو خودش یکی از مدافعان سیستم ریاستی در ترکیه هستش از صحبت های آقای اروان اینطور برمی که علا رقم همه این اتفاقات سیستم ریاستی در ترکیه امری قریب به وقوع خواهد بود اما بحث پیوستن ترکیه به تادی اروپا همچنان داغ هستش روزنامه استار در اشاره به سخنان نخست وزیر ترکیه نوشته از ترکیه قدرتمند میترسند داود دوغلو گفت زمانی از اینکه ترکیه کشور فقیری بود اکراه داشتن که ما رو به اتحادیه اروپا بپذیرن حالا ترکیه اونقدر قدرتمند شده که از قدرت ترکیه میترسند روزنامه استار می نویسه داو دوغلو خوشدار داد اگر باز هم ما رو نپذیرید قوی تر خواهیم شد نخست وزیر ترکیه گفت ما با دینمان و فرهنگمان سرافرازانه به اتحادیه اروپا وارد خواهیم شد سال هاست که بحث پذیرش ترکیه به اتحادیه اروپا به دلایل گوناگونی به تعویق افتاده همین موضوع هم باعث خشم مقامات ترکیه شده اگرچه مقامات ترکیه از یک سو میگن نیازی به پیوستن به این اتحادیه ندارن اما از آن هم تلاش ها برای پیوستن به این اتحادیه بیوقفه ادامه داره اما گذری هم به رویدادهای منطقه داشته باشیم در رأس اونها آزادی شهر کوبانی پس از چهار ماه معاصره این اتفاق در ترکیه هم باستاب خاص خودش رو داشت شادی در تمام شهرهای کردنشین ترکیه موج میزد و از آن سو بیتابی شهروندان آواره کوبانی ساکن در ترکیه برای بازگشت به شهر خودشون اگرچه هنوز دولت ترکیه اجازه خروج از مرز رو صادر نکرده اما آنچنان وسط ویرانی در کوبانی بالاست که روزنامه خبر ترک در این باره نوشته کوبانی به موزه جنگ تبدیل خواهد شد اگر سازمان ملل متحد نمیتواند ما غزه را از نو خواهیم ساخت این سخنان نومان کورتولموش معاون نخست وزیر ترکیه است در واکنش به سازمان ملل متحد و متوقف شدن کمک های این سازمان به فلسطینیانی که در جنگ غزه خانه های خودشون را از دست دادن کورتول در این باره گفت که این تصمیم یک عمل تبعیض آمیز اگر سازمان ملل در این رابطه بودجه نداره و نمیتونه غزه را از نو بسازه ما این کار رو خواهیم کرد در سالهای اخیر ترکیه حمایت خودش از فلسطین رو افزایش داده حتی ماه گذشته این کشور وعده یک کمک 200 میلیون دلاری رو به تشکیلات خودگران فلسطین داد بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما رو می در وبسایت ما به آدرس ایران فردا live.com دنبال کنید از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی slash ایران فردا تیوی نتورک با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم تا درودی دیگر بدرود